دیروز ما گفتیم آقا خانوماتو نگذارید کاسب بشه. سیره اهل بیت شغلی که مناسب با یک زن و ناموس شیعه نیست، این چرا باید اتفاق بیفته تو جامعه شیعه؟ آخه چه ضرورتی داره زن بره بشه کارمند بانک یا سرکار خانم مهندس وزارت راه؟ خدا زن را آفریده برای تربیت فرزند، برای خانداری. نزدیکترین حالت زن به خدا این است که در پستوی خانه اش بماند. البته این قانون متحجرانه شامل حال تمام خانوم ها نمیشه. مثلا خانوم هایی که نسبت کوچیکی با یک آخوند یا مسئول دولتی داشته باشند، با داشتن هر شغل یا پوششی درهای بهشت بر روی اونها باز خواهد شد و بدون هیچ پرسشی ساکن بهترین و خوش آب و هواترین منطقه بهشت خواهند شد. پس بریم که با رسم شکل و نمودار به شما ثابت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین احمد ایروانی، رئیس مرکز مطالعات اسلام خاورمیانه در واشنگتن دی سی. ایروانی در سال 2016 دیدار و گفتگویی با جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا داشت که در اون دیدار از کری به خاطر برجام تشکر کرد و گفت این فرصت خوبیه که آمریکا عملکرد گذشته خودش رو جبران کنه تا شاید رضایت مقام معظم رهبری رو جلب کنه. ایشون همچنین در هر تابستان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا حقوق اسلامی و اسلام شناسی تدریس میکنه. این جناب اسلام شناس 3 دختر و 1 پسر داره که همه اونها ساکن آمریکا هستند. گوهر شریعه دختر بزرگ آخوند ایروانی که با اجازه پدرجان از پستوی خونه بیرون اومد و دندان پزشک شد. اون همچنین شریک تجاری و خزانه‌دار سابق مرکز مطالعات اسلامی واشنگتن دی سی بوده. بشرا ایروانی دختر دوم هم بعد از انجام وظایف خانه‌داری و اجازه پدرجان همانند خواهر بزرگ در رشته دندانپزشکی تحصیل کرده. و هدا ایروانی دردونه پدرجان که گل سرسبد خانواده شد و رشته مدلینگ رو انتخاب کرد. البته ایشون به پدرش قول داد که در این راه، یعنی رشته مدلینگ، هیچگاه ترویج راه امام رو فراموش نکنه و در همه حال به اون پایبند باشه. مهران حق، بازیگر و تهیه کننده سینمای هالیوود، داماد شهید پرور آیت الله ایروانی و همسر هداست. ایروانی 1 پسر به اسم ظهیرالدین داره که صاحب چندین شرکته و ارتباط گسترده‌ای با هنرمندان حکومتی و مسئولین نظام داره. اون در یک شرکت تجاری به اسم هدا LLC شریک پدرش بوده. احمد ایروانی در کلاس‌های درسش و یا در مساجد واشنگتن دی سی مردم رو تشویق به حجاب و روزه‌داری می‌کنه و از شرایط خوب زندگی اسلامی مردم در ایران میگه. اما خودش و خانواده‌اش از امنیت و آرامش غرب بهره‌مند میشن و صحبت از زندگی غیر اسلامی احمد ایروانی و خانواده‌اش دخالت در زندگی شخصیشون محسوب میشه. مانند محمد علی رحمانی، شاگرد خمینی، فرمانده سابق بسیج مستضعفین، رئیس سابق عقیدتی سیاسی ناجا و مشاور علی خامنه ای. هادی رحمانی پسر کوچک محمد علی ساکن کاناداست. ایشون تو کار بساز بفروش و املاک در ونکووره. هادی هم مثل پدرش علاقه خاصی به فرهنگ عربی و دنسش داره. حجت الاسلام محسن رحمانی فرزند ارشد محمد علی و داماد برادر آیت الله یزدیه که اون هم با همسر جان در فرانسه زندگی میکنن.
مردم در کف خیابون‌های ایران برای داشتن حق انسانی، آزادی و کرامت انسانی به ضرب گلوله و باتوم کشته میشن، در مقابل فرزندان همون کسانی که باعث بدبختی و فلاکت مردم ایران شدن در خارج از کشور از زندگی مرفه و لاکچری برخوردارن و تنها چیزی که نصیب مردم ایران میشه روزخونی پدراشون درباره کربلا و مظلومیت حسینه. همه دل بریدم نشستم به پای تو، غریب این جهان بود هر که شد آشنای تو. ایشون حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین پهلوانی هستند، امام جماعت مسجد جماران و مسئول مرکز آموزش و اعزام نیروهای قدس سپاه به لبنان، افغانستان، عراق و سوریه. شرکت منحل شده راپیکو 10 سال پیش در آلمان با سرمایه 500,000 یورو و تحت مدیریت محمد پهلوانی یکی از فرزندان ایشون تأسیس شد. مهدی پهلوانی فرزند دیگر تو کار واردات اتوبوس و تاکسی و صاحب چندین شرکت در ایران به همراه یک شرکت خرید و فروش اتومبیل‌های سنگین به اسم آلگا در آلمانه. حمزه پهلوانی فرزند سوم هم صاحب کافه رستوران دیوان در هانوفر آلمانه. لطیفه و سعید جان دلبندان بابا هستند که اونها هم در آلمان مشغول به تحصیل و زندگی هستند. پهلوانی در مصاحبه‌ای که اخیراً داشته گفته همه اسلام همان عدل است و امیرالمؤمنین عدل را رکن اصلی حکومت‌ها می‌داند. البته عدالتی که مختص پهلوانیه و تنها نصیب فرزندان و نزدیکان ایشون میشه، نه دیگران. حسین شوم فدای تو، حسین شوم فدای تو.